متا فصل 27. وقتی صبح شد، سران کاهنان و کلانهای قوم در جلسه تصمیم گرفتند که چگونه عیسی را به قتل برسانند. پس از آن او را دست بسته برده به پیلاطوس والی رومی تحویل دادند. وقتی یهودای خائن دید که سر عیسی حکم شده است، از کار خود پشیمان شد و 30 سکه نقره را به سران کاهنان و کلانها بازگردانید و گفت: من گناه کردم که به یک مرد به گناه خیانت کرده باعث مرگ او شدم. اما آنها گفتند: دیگر به ما مربوط نیست، خودت میدانی. پس او پولها را در خانه خدا روی زمین ریخت و بیرون رفته خود را با طناب خفه نمود. سران کاهنان پول را برداشته گفتند: نمی شود این پول را با بیت المال خانه خدا ریخت، زیرا خونبها است. بنابراین پس از مشورت آن را به مصرف خرید مزرعه کلال رسانیدند تا برای خارجی های مقیم اورشلیم گورستان داشته باشند. به این دلیل آن زمین تا به امروز مزرعه خون خوانده می شود. به این وسیله پیشگویی ارمیای پیغمبر تمام شد که می گوید: آنها آن 30 سکه نقره، یعنی قیمت را که قوم اسرائیل برای او تعیین کرده بود، گرفتند و با آن مزرعه کلال را خریدند، چنان که خداوند به من فرموده است. در این هنگام عیسی را به حضور والی آوردند. والی از او پرسید: آیا تو پادشاه یهودیان هستی؟ عیسی فرمود: همان است که میگویی. ولی عیسی به تهمتهایی که سران کاهنان و کلانها به او میزدند جوابی نمیداد. آنگاه پیلاطوس به او گفت: آیا این شهادتهایی را که بر ضد تو میدهند نمیشنوی؟ اما او حتی یک کلمه هم جواب نداد، به طوری که والی بسیار تعجب کرد. در ایام عید رسم والی این بود که یک زندانی را به خواهش مردم آزاد می ساخت. در آن ایام شخصی بسیار معروف به نام برابا در زندان بود. وقتی مردم اجتماع کردند، پیلاطوس به آنان گفت: می خواهید کدام یک از این دو نفر را برایتان آزاد کنم، برابا یا عیسی معروف به مسیح را؟ زیرا او میدانست که یهودیان از روی حسد عیسی را به او تسلیم کردند. هنگامی که پیلاطوس در دیوان خانه نشسته بود، زوجش پیغامی به این شرح برای او فرستاد: با آن مرد بیگناه کار نداشته باش. من دیشب به خاطر او در خوابهایی که دیدم بسیار ناراحت بودم. ضمناً سران کاهنان و کلانها جمعیت را تشویق نمودند که از پیلاطوس بخواهند که برابا را آزاد سازد و عیسی را اعدام کند. پس وقتی والی از آنها پرسید: کدام یک از این دو نفر را می خواهید برایتان آزاد سازم؟ آنها گفتند: پیلاطوس پرسید: پس با عیسی معروف به مسیح چی کنم؟ و آنان یک صدا گفتند: مصلوبش کن. پیلاطوس سوال کرده گفت: چرا؟ چی گناهی کرده؟ اما آنان با فریاد بلندتر گفتند: مصلوبش کن. وقتی پیلاطوس دید که دیگر فایده ای ندارد و ممکن است شورش ایجاد شود، آب خواست و پیش چشم مردم دستهای خود را شست و گفت: من از خون این مرد بری هستم، شما مسئولی. مردم یک صدا فریاد کردند: خون این مرد و گردن ما و فرزندان ما باشد. پس از آن برابا را برای آنان آزاد کرد و امر کرد عیسی را تازیانه بزنند و بسپارند تا مصلوب گردد. عساکر پیلاطوس عیسی را به حویلی قصر والی بردند و تمام عساکر به دور او جمع شدند. اول لباس عیسی را در آوردند و چپن ارغوانی رنگی به او پوشانیدند و تاج از خار بافته بر سرش نهادند.
و چوب به دست او دادند و در برابر او زانو زده باریش خند می گفتند آنها آب دهان بر او انداخته و با چوبی که در دستش بود بر سرش می زدند. آخر از مسخره کردن او دست برداشتند و آن چپن را در آورده لباس خودش را به او پوشانیدند. آنگاه او را بردند تا مصلوب کنند. در سر را با مرد قیروانی به نام شمعون روبرو شدند و او را مجبور کردند که صلیب عیسی را ببرد. وقتی به محل به نام جلجتا یعنی جمجمه رسیدند، شراب آمیخته به داروی بیهوش کننده به او دادند، اما وقتی آن را چشید نخواست بنوشد. آنها او را به صلیب میخکوب کردند. آنگاه بالای لباس او قرعه انداخته میان خود تقسیم نمودند و برای نگهبانی در آنجا نشستند. جرم او را بر لوحی به این شرح نوشتند: این است عیسی پادشاه یهود، و بر بالای سرش نصب کردند. دو راهزن را نیز با او مصلوب کردند، یکی در سمت راست و دیگری در سمت چپ او. کسانی که از آنجا می گذشتند سرهای خود را می جنبانیدند و با دشنام به او می گفتند: تو که میخواستی خانه خدا را خراب کنی و آن را در 3 روز از نو بسازی، اگر واقعا پسر خدا هستی از صلیب پایین بیا و خود را نجات بده. همچنین سران کاهنان و ملایان و کلانهای یهود او را مسخره کرده میگفتند: او دیگران را نجات میداد، اما نمیتواند خود را نجات دهد. اگر پادشاه اسرائیل است، آلا صلیب پایین بیاید و ما به او ایمان خواهیم آورد. او به خدا توکل داشت و می گفت که پسر خدا است. پس اگر خدا او را دوست داشته باشد، او را آزاد می سازد. حتی راهزنان هم که با او مصلوب شده بودند همین طور به او توهین می کردند. از ظهر تا ساعت 3 بعد از ظهر تاریکی تمام زمین را فرا گرفت. نزدیک ساعت 3 عیسی با صدای بلند فریاد کرد: ایلی، ایلی، لما سبقتنی، یعنی خدای من، خدای من، چرا مرا ترک کردی؟ بعضی از کسانی که آنجا استاده بودند این را شنیده گفتند: ایلیاس را میخواهد. یکی از آنان فوراً دوید و اسفنجی را آورده در سرکه تر کرد و بر نوک چوبی قرار داده پیش دهان عیسی برد. اما دیگران گفتند: بگذارید ببینیم آیا ایلیاس میآید او را نجات دهد یا نه. عیسی بار دیگر فریاد بلندی کشید و جان سپرد. در آن لحظه پرده اندرون مقدس خانه خدا از بالا تا به پایین دو پاره شد و چنان زلزله شد که تخت سنگ‌ها شکافته و قبرها باز شدند و بسیاری از مقدسین که خفته بودند برخواستند و از قبرهای خود بیرون آمده بعد از رستاخیز عیسی به شهر مقدس وارد شدند و بسیاری از مردم آنان را دیدند. وقتی صاحب منصب رومی و افراد او که به نگهبانی از عیسی مشغول بودند زلزله و همه ماجرا را دیدند، بسیار ترسیدند و گفتند: بدون شک این مرد پسر خدا بود. عده‌ای از زنان که عیسی را خدمت می کردند و به دنبال او از جلیل آمده بودند در آنجا حضور داشتند و از دور جریان را دیدند. در میان آنان مریم مجدلیه، مریم مادر یعقوب و یوسف و مادر پسران زبدی دیده می شدند. در وقت غروب
مرد ثروتمندی به نام یوسف که اهل رامه و یکی از پیروان عیسی بود رسید. او به حضور پیلاطوس رفت و تقاضا نمود جسد عیسی به او داده شود. پیلاطوس امر کرد که آن را به او بدهند. یوسف جسد را برده در پارچه کتان نو پیچید و در قبر خود که نو از سنگ تراشیده بود قرار داد و آنگاه سنگ بزرگی در پیش آن غلطانیده رفت. مریم مجدلیا و آن مریم دیگر نیز در آنجا مقابل قبر نشسته بودند. روز بعد یعنی صبح روز شنبه، سران کاهنان و پیروان فرقه فریسی به طور دست جمعی پیش پیلاطوس رفته گفتند: عالی جناب، ما به یاد داریم که آن گمراه کننده وقت زنده بود گفت که من پس از 3 روز از نو زنده خواهم شد. پس امر کن تا روز 3 قبر تحت نظر باشد، وگرنه امکان دارد شاگردان او بیایند و جسد او را بدزدند و آنگاه به مردم بگویند که او پس از مرگ زنده شده است، و به این ترتیب در آخر کار مردم را بیشتر از اول فریب دهند. پیلاطوس گفت: شما می توانید نگهبانان در آنجا بگذارید، بروید و تا آنجا که ممکن است از آن محافظت کنید. پس آنها رفته قبر را مهر و لاک کرده نگهبانان در آنجا گذاشتند تا از قبر نگهبانی کنند.